بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. درود. میزگرد این هفته یک ویژه برنامه نوروزی است. به همراه آقای شهدایی قصد داریم به ابعاد مختلف این آیین کهن که اتفاقا ثبت جهانی هم شده بپردازیم. جناب شهدایی، میدونیم که سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو در 8 مهر سال 1388 و به درخواست جمهوری آذربایجان 21 ماه مارس رو به عنوان روز جهانی عید نوروز با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت و به جهان معرفی کرد. نوروز به عنوان یک آیین و رسم قدیمی و کهن در تاریخ ما از دیرباز تا اکنون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده. با توجه به اینی که می‌دونیم نوروز گستره جغرافیایی وسیعی رو در بر می‌گیره، من دوستم نظرتون رو در مورد این موضوع بدونم، در مورد نوروز بدونم. خواهش می‌کنم. با سلام به بینندگان تلویزیون شورای مدیریت گذار و همچنین به شما و مجدداً شاد باشه عید به همه همیهنان ایرانی. بله، جایگاه نوروز در فرهنگ و تاریخ ایران جایگاه بسیار والا و بزرگی است. نوروز به عنوان یکی از آیین‌های هزاران ساله این فرهنگ ایرانی محسوب میشه. جشنی است که از طبیعت برگرفته شده است و نه از باورها مثل اعیاد مذهبی. آن هم به خاطر این است که در ایران پیشاباستان در حداقل 10,000 سال پیش در فلات ایران نظام تولید کشاورزی شکل میگیره. جغرافیای خاص این فلات مردمان این سرزمین رو وادار میکنه که نیروهای طبیعت رو بشناسن، براش احترام قائل بشن. حیات اونها بستگی به شناخت این نیروها بوده داشته و وقتی ما میگوییم در فرهنگ ایرانی آبادی، در حقیقت آب رو به عنوان عنصر اصلی حیات مبنای آبادانی میدونستیم. آتش، آب، باد، خاک، چهار نیروی اصلی طبیعت همواره خودشون رو در آیینای این فرهنگ و در اوستا به ما نشان دادن. جشن‌های مردمان ساکن فلات ایران در مثل سده، مثل مهرگان، مثل تیرگان و خود نوروز همه و همه نشون میدن که اینها به مناسبات طبیعی برگزار میشدن و رابطه نزدیک فرهنگ مردم این جغرافیا رو با زیستبومشون بیان میکنن. البته میشه در حقیقت اشاره کرد به خود امشاسپندان در اوستا که 12 امشاسپند که 6 تا مرد و 6 تا زن هستن، اشاره میکنن به ماهای طبیعی، مثلا بانو اردیبهشت یا در حقیقت بانو آبان که همون به اصطلاح اسطوره آبهای روی زمین هست و مهر همچنان از امشاسپندان زن هستن. در این فلات بزرگ مردمان مختلف زندگی میکردن که ما در طول تاریخ اونها رو به عنوان اقوام ایرانی میشناسیم که هزاران سال در کنار هم دیگه در صلح و صفا و دوستی و بدون جنگ زندگی کردن و زحمت و کوشش و شیوه و نحوه زیست همه این اقوام ایرانی است که فرهنگ بزرگ ایرانی رو که شامل اسطوره‌ها، آیین‌ها، سنت‌ها و روایت‌ها به وجود آورده. نوروز توسط همه این اقوام بزرگ و گرامی داشته می‌شده، اگرچه روایت‌های مختلفی از اون هست. مثلا کردها پیروزی کاوه بر ضحاک رو نوروز روز آغاز نوروز میدانستن و همه نشانه های خوشحالی خودشون هم با برانداشتن آتش با بر همه کوها نشون میدادن. در جاهای دیگه ایران در حقیقت استقبال طبیعت و طبیعت میرفتن و بهار و نوروز آغاز شکفتن طبیعت میدانستن، با تازه کردن روابط، با زدودن کدورت ها، با پاک کردن دل ها و با رد و بدل کردن تحفه سال تازه رو به همدیگه تبریک میگفتند و لباس نو میپوشیدند. در حدود 1000 سال پیش خیام، این نابغه همه چیزدان ایرانی، با ابداع نوروز شمسی روز آغاز سال رو با شروع بهار یکی کرد و همین باعث شد که بیشتر آغاز بهار و شکفتن طبیعت با شروع سال نو در حقیقت پیوند بخوره. و آخرین نقطه‌ای که میخوام بهشون بگم در همین زمینه جایگاه فرهنگی نوروز و یا جایگاه تاریخی نوروز اینه که
نوروز رو اگه نگم بزرگترین جشن جهان است، یکی از بزرگترین جشنهای جهان است که غیر از ایران امروزی خود ما در افغانستان، در میان قزاق‌ها، مردم آسیای میانه، قرقیزستان، کردها در هر چهار کشور جهان جشن گرفته میشه. مثلا در کشور ترکیه در استانبول به بزرگی این جشن گرفته میشه، در شهرهای کردستان همچنین. به هر حال من میخوام بگم، اگه کوتاه بخوام به شما بگم، نوروز به عنوان یکی از فاکتورهای هویت بخشی مردمان در غرب آسیا تبدیل به یکی از بزرگترین جشن‌های تاریخ شده و علی‌رغم مخالفت اسلام‌گرایان در این کشورها، نوروز همواره عظمت و بزرگی خودش را تا همین امروز ما هم حفظ کرده. آقای شهدایی، در نوروز امسال ما شاهد یه سری رویدادها و اتفاقهای ویژه‌ای بودیم، مثل استقبال نوروزی مردم از بازدید اماکن باستانی و کهنمون، مثل تخت جمشید، پاسارگاد، میدان نقش جهان و خیلی اماکن دیگه که از فرصت و مجال برنامه خارجه. چه چیزی تونسته امسال از نگاه شما نوروز رو برجسته و متفاوت بکنه نسبت به نوروزهای گذشته‌ای که تا به حال پشت سر گذاشتیم؟ سوال بسیار دقیق و خوبیه. ببینید، مراسم نوروزی امسال تبدیل شد به یک جنبش اعتراضی فرهنگی. در حقیقت مردم ایران به بهانه نوروز و در بستر این ایام مخالفت خودشون رو با حکومت اسلامی از طریق برگزاری مراسم در حقیقت نشان میدادن و ستیز با فرهنگ مذهبی که جمهوری اسلامی سعی میکنه 45 سال به زور به مردم ایران تحمیل بکنه. ایام نوروز را مردم تبدیل کردن به سنگری برای دفاع از فرهنگ ایرانی در مقابل فرهنگ تحمیلی و به سنگری برای دفاع از انقلاب جینا. نمونه‌ای که شما برشمردید، من ادام میدم شما نگاه کنید، در کردستان 10 روز مونده به نوروز مردم به استقبال نوروز رفتن. اگر قبلا در یک یا دو تا شهرستان فیلم‌های میومد و دست به دست می‌چرخید، امسال در تمام جغرافیای کردستان از دهات کوچیک و بزرگ گرفته این جشن بزرگ گرامی داشته شد. زنان و دختران جوان در کنار همدیگه دست 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 هم با لباس‌های زیبا رقصیدند و حمل تصاویر در حقیقت جاوید نامان جنبش انقلاب زن زندگی آزادی یکی از مراسم بود و شعار در حقیقت به نفع زن زندگی آزادی. تمام این مراسم در حقیقت در شهرهای دیگر کردنشین، در استان‌های دیگر مثل کرمانشاه، ایلام هم ادامه داشت تا اونجایی که در بعضی جاها به درگیری با ماموران هم منجر شد. آقای شهدایی، یک موضوعی که خیلی مهم هستش، من کلام شما رو قطع کردم، عذر میخوام، اینه که نوروز امسال مصادف شده با ایام ماه رمضان و خب در ماه رمضان عموما مردم در شهرهای خودشون میمونن، مسافرت‌های نوروزی کمتر میشه و بیشتر دید و بازدیدهای شهریه، ولی ما داریم میبینیم که مردم امسال انگار استقبال بیشتری از مسافرت‌های نوروزی کردن، انگار تمام یول بیشتری داشتن که برن ابنیه تاریخی ما رو، مکانهای باستانی ما رو برن ببینن، انگار یه جور دیگه خواستن مخالفت خودشون رو با این حکومت اعلام بکنن. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ دقیقاً درسته. ببینید، اونجایی که میگم در حقیقت مردم نوروز رو تبدیل کردن به سنگر دفاع از فرهنگ ایرانی، تقابل با ماه رمضان. ببینید، در حقیقت اسلامگرایان بارها در طول 45 سال گفتن که جشن ما عید فطره، عید رمضانه، عید قدیر خمه و در حقیقت جشنهای ایرانی رو نادیده میگرفتن. امسال اتفاقا به همین دلیل که شما میگید، مسافرت‌های نوروزی آمارهایی که داده شده بیشتر از هر سالی بوده. شما شهر گناور رو که در حقیقت یکی از شهرهایی که از قنات‌های قدیم باستانی ایران در اونجا مونده، 13 برابر جمعیت خود شاهد مسافرین بوده. در خیلی از جای ایران مثلا آمارها و رکوردهایی دادن که در تمام این سالها بی‌نظیر بوده. گذشته از اون اتفاقات مهم دیگه هم افتاده. شما در نظر بگید نوروز امسال رو در آرامستان‌ها توسط خانواده داغدار بر سر همه مزارها سفره هفت‌سین گذاشته شده و مکانی شد برای یادبود و گرامی داشت جان عزیزان در حقیقت از دست رفته و همچنین همدلی مردم با اینها در حقیقت بستری شد برای جنبش دادخواهی هستم. غیر از این مسئله تور مسافرتی و آرامستان ها که گفتم، همون مکانهای تاریخی هستن، مکانهای تاریخی فرنگی مثل تخت جمشید، مثل در حقیقت حافظیه شیراز، مثل پاسارگاد که در اونجا سفره هفت‌سین گذاشته شد و تمام اینها
در حقیقت یک چیز رو نشون میده، اونم اینه که مردم با استقبال از نوروز در واقع اصرار کردن یک تفکیک فرهنگی بین فرهنگ ایران از فرهنگ اسلام در حقیقت نشون بدن. این جنبش اصلاح فرهنگی بخش بزرگی از انقلاب ژینا رو تشکیل میداد در حقیقت، که در مقابل فرهنگ تشیع یا اسلام به شادی و به اصطلاح رقص و پایکوبی میپردازه. هویت متکثر ایرانیان خیلی مهمه. در فرهنگ ایرانی به رسمیت شناخته شده در جشنها و در صورتی که در آیین مذهبی میخوان در حقیقت همه رو تحت عنوان امت یکی بکنن و این هویت متکثر رو از مردم ایران سلب بکنن. اینی که واقعا انقلاب ژینا به نوعی که انقلاب و یک رنسانس فرهنگی بود و نوروز بهترین مناسبت برای اینکه بشه این به اصطلاح پاسداری از فرهنگ ایران رو متولد کرد. در واقع میشه گفت در نوروز ملت ایران دوباره زاده شدند و این ملت با احیای فرهنگ ایران ایرانی رو جستجو میکنه که خودش میخواد، نه اینکه در حقیقت جمهوری اسلامی میخواد اونو به زور تحمیل بکنه و ملت رو شقه بکنه. البته من اینجا کوتاه اینو بگم بسن تمام کنم، جنبش اصلاحات فرهنگی در ایران قبل از انقلاب 57 شروع شده بود. در سال 1114 ما شاهدیم در دوره اول پهلوی‌ها فرهنگستان ایران شروع به کار میکنه برای بازسازی فرهنگ ایرانی و در حقیقت اصلاحاتی که در زبان فارسی باید به وجود میومد. بزرگانی مثل فروغی، بهار، دکتر فروزنفر، رشید یاسمی و علی اکبر دهخدا این راه را آغاز کردند که متاسفانه با انقلاب 57 متوقف شد و در اونجا در حقیقت اسلام‌گرایی هم سعی کردند همونطوری که در آغاز اسلام این کار رو کردند دوباره به زور فرهنگ ایرانی رو زیر سلطه فرهنگ اسلامی قرار بدن. من دو تا نکته کوچک اشاره میکنم بهش برای اینکه بدونید این موضوع جدیدی در صدر اسلام. ما یک نویسنده عرب داریم، مورخ عرب داریم اسمش جهشیاری، که اشاره میکنه مسلمانان برای برگزاری نوروز و مهرگان باید مالیات سنگین پرداخت میکردن. هدف از این کار این بود که منسوخ بکنن این اعیاد رو. خلفای اموی و عباسی همین راه رو ادامه دادن و امام محمد غزالی که برای ایرانیان شناخته شده است، اون فقیه سده 5 هجری فتوا داد که به جای نوروز مردم باید روزه بگیرن تا این آیین زردشتی تحقیر بشه و به مرور از بین بره. جمهوری اسلامی هم 45 سال تلاش کرد عیدهای مذهبی رو جایگزین نوروز و یا چهارشنبه سوری بکنه که نشد و تلاش شکست خورد و نوروز 1403 در حقیقت نشون داد که بنمایه این فرهنگ ایرانی چقدر قویه و جوانان ما میرن که تا پالایش واقعی این فرهنگ و حادثه بزرگی رو رقم بزنن که شاید از این 1400 سال تا الان صورت نگرفته. همونطوری که میون صحبت‌های خودتون هم بهش اشاره کردین، ما با یک حکومت به شدت مذهبی و سنتی و استبداد زده طرف هستیم که خب با مناسبت‌های فرهنگی دیگه هم یه جورهایی مخالفت میکنه، مثل شب یلدا در میون صحبت‌های خودتون هم بود، چهارشنبه سوری، 13 فروردین، نوروز و خیلی آیین های کهن دیگه ای که داریم. اساسا چرا این رژیم با شادی و خوشحالی مردم مخالفه؟ چرا انقدر دردش میاد مردم خوشحال باشن؟ چه چیزی در این فرهنگ ها هست، در این فرهنگ های کهن ایرانی هستش که این حکومت فکر میکنه که اونها مغایرت داره با اون شونات اسلامی که خودشون برای جامعه در نظر گرفتن؟ بله، بحث بسیار مهمیه خانم نجات هاشمی. ابتدا به شما بگم وقتی که اسلام در حقیقت برخلاف مسیحیت با شمشیر کشور دیگر تصرف کرده، بعد از اینکه تصرف نظامی ایران صورت میگیره، اینا با یک فرهنگ طرف میشن. مسئله تصرف نظامی یا به اصطلاح به دست آوردن سرزمین های اون مملکت نیز در مقابل فرهنگی قرار میگیرن که میبینن که خیلی قویه و در حقیقت اینها خورد و خمیر کردن، قیمه کردن، میخواستن فرهنگ ایران رو به هر قیمتی هست از بین ببرن، چون فرهنگ مهمترین وجه هویت یک ملته، تا اینها رو بتونن در حقیقت به امت اسلام به اصطلاح تبدیل بکنن. این رویه رو اعراب در حقیقت مهاجم به کشورهای دیگه در خیلی جاها پیروز شدن. شما میبینید تا مصر چیزی از فرهنگ مصر نمون شد. اینا در حقیقت
عرب تعریب شدن همشون، یعنی به فرهنگ اعراب پیوستن. ایران تنها جایی بود به خاطر بزرگی این فرهنگ عظیمی که تاریخ خودشو داره، قبل از اینکه در سال 621 میلادی اعراب ایران حمله بکنن، خب ما تصاحب تاریخ بزرگی هستیم از دوران پیشاباستان تا در دوره هخامنشیان، دوره ساسانیان و دوره اشکانیان، که به هر حال ایران ملتی بوده با زبان خودش، با فرهنگ خودش، و این کار به راحتی صورت نمی گرفته. به همین خاطر این دشمنی در طول این هزار سال در دوره‌های مختلفی به اصطلاح ادامه پیدا کرده، و ما مبحثی رو داریم به عنوان بعد از دو قرن سکوت و تشکیل اولین حکومت‌های ایرانیان سامانیان، دوباره این فرهنگ زیر آتش در حقیقت جنگ به خاموشی گرایته سر بلند می‌کنه، و تا همین امروز ما شاهد این درگیری هستیم. البته غیر از این تاریخ طولانی که واقعا باید بهش پرداخت و بحثی که از حوصله شاید این صبح گفتگوی بنده با شما خارج بشه، یک نکته رو من می‌خواستم بگم که بحثی بسیار مهمیه، و اونم اینه که چرا ما باید نوروز رو الان پاس بداریم، غیر از اینکه در حقیقت این تقابل فرهنگی، این تلاش برای احیای فرهنگی در ظرف 1400 سال ادامه داشته، که همونجوری که به شما گفتم خیلی خیلی مهمه بررسی بشه. یک نکته بسیار مهمی است که ما یک مورخ فرانسوی داریم به اسم پیر نوورا بهش می‌پردازه. ایشون مبحثی رو در روانشناسی و جامعه شناسی مطرح می‌کنه به اسم مکان‌های خاطره. مکان خاطره اشاره به یک مکان خاص نیست. ممکن است این پدیده در ذهن انسان رخ بده. مکان خاطره جایی است که خاطرات در اونجا شکل می‌گیرن. آقای پیر نوورا خاطره رو بخشی از هویت فردی و اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها تعریف می‌کنه. هر جا ملتی تجربه شادی‌هاش و پیروزی‌هاش و زخم‌ها و شکست‌های مشترکش رو داشته باشه، اونجا تبدیل میشه به مکان خاطره. شاهنامه یک مکان خاطره است برای ما ایرانی‌ها، چون تاریخ شکست‌ها، تاریخ خوشی‌ها، تاریخ فرهنگ اقوام ایرانی در اونجا در حقیقت جمع‌آوری شده. مکان‌های خاطره مدام در حقیقت ما را به یادمون میارن که کی بودیم، چی بودیم، و یک نوع در حقیقت پدیده است علیه فراموشی که تا ملت‌ها فراموش نکنن از کجا اومدن. نوروز یک مکان خاطره است طبق تعریفی که همین نویسنده و مورخ بزرگ فرانسوی میکنن. بله. مکان خاطره است که در حقیقت خاطره ده‌ها هزار سال بزرگداشت این جشن، آیین‌هاش، در حقیقت فرهنگش در نقاط مختلف این جغرافیای بزرگ درش جمع‌آوری شده. نوروز یکی از این موانع، یکی از اون سنگرهای مقاومت ایرانیان بوده در طول تاریخ برای دفاع از هویت فرهنگی خودشون. این اون نکته مهمیه که در حقیقت تونسته اتفاقاً یکی از پایه‌های اصلی به اصطلاح مقاومت ما در مقابل مسخ فرهنگی، در مقابل فرهنگ اعراب یا فرهنگ اسلامی، همین زبان و تاریخ. و البته آقای شهرزاد، من چون در انتهای برنامه هستم خیلی کوتاه خدمت شما بگم، این موضوع تقابل فرهنگی با نوروز در زیر رژیم، یعنی زیر حکومت جمهوری اسلامی، اینه که یه مقدار مشکل ساز شده برای ما، در حالی که در کشورهای عرب زبان دیگه مثل مصر، مثل عراق، مثل سوریه، با اینکه اسلامی هستن اصلا مخالف شادی مردم نیستن، موسیقی خودشون رو دارن، فرهنگ‌های آیینی خودشون رو دارن، جشن‌های خودشون رو دارن، ولی ما این رو در جمهوری اسلامی می‌بینیم که اینجور در مقابل این مناسبت‌های فرهنگی وای میسته و این رویدادهای فرهنگی رو داره تلاش می‌کنه که مردم فراموش بکنن و یه جورایی از یاد ببرند. بله، ببینید در اون کشورها اگرچه مذهب اونها اسلامه، ولی حکومت اسلامی تشکیل نشده. در حقیقت دفاع و پاسداری از فقه شیعه به اصطلاح در قانون اساسیشون نیومده. اونها در حقیقت یک نوع حکومت‌های سنتی اسلامی هستن که اسلام رو در چارچوب همون سنت رعایت میکنن. غیر از اینکه بگذاریم اختلاف هست بین این کشورها که اغلبشون سنی هستند و جمهوری اسلامی ایران تنها جمهوری شیعه، تنها در حقیقت حکومت اسلامی جهان هست. هیچ کدوم از این حکومت‌ها خودشون حکومت اسلامی در هیچ جای دنیا معرفی نمی‌کنن، و به همین خاطر نگهداری و پاسداش از به اصطلاح شریعت شیعی و
رسوخ این شریعت در آموزش، در نحوه زیست، در لباس پوشیدن و در اماکن عمومی رو در حقیقت وظیفه خودش میدونه، به یک نوع در حقیقت آپارتاید فرهنگی تبدیل شده که بایستی بتونه محو بکنه. مقابله‌ای که با حجاب میشه از این زاویه است. در شما در کشور عربی میبینید، در خود سوریه، در خود عراق تیم دختران فوتبالشون بدون روسری یا بدون حجاب در همه میادین دنیا شرکت میکنن. مسئله جمهوری اسلامی اینه که این مسئله رو، حجاب رو، پوشش رو، نحوه زیست و زندگی و آشامیدنی و همه اینا به شکل اجبار و تحمیل پیش میبره. و به همین خاطر هم است اتفاقا نکته مهمی که شما بهش اشاره کردید، برگردم به اون مکانهای خاطره، به همین خاطر جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب هم سعی کرد که این مکانهای خاطره ما رو از بین ببره. نگاه کنید سالهای سال آرامگاه کوروش اصلا کسی نمیرفت، اینا ممنوع الورود می بود در حقیقت. سالگرد کوروش در حقیقت هفته در روز سالگرد کوروش میبستن اصلا پاسارگادو که نتونن مردم برن اونجا. تخت جمشید هم همینجوری. مکانهای خاطره ما ایرانی ها که به نوعی یادگار اون فرهنگ است، توسط جمهوری اسلامی به عنوان مناطق ممنوعه قلمداد شده، امنیتی کرده بوده. و به همین خاطر که گفتم که مس بکنن فرهنگ ایرانو، بازگشت به تاریخ ملی ما یا در حقیقت بازی از این مکانهای تاریخی، همون تلاشی که مردم در مقابل جمهوری اسلامی میکنن، مقابله میکنن که سعی بکنن اینها رو باز بستانن. و این بازگشت کنونی به گوشه‌های تاریخی برای بازسازی ایرانیت اتفاقا نه تنها منافاتی نداره با گوناگونی در حقیقت ایرانیت در کل ایران، بلکه رنگارنگی تعلقات این مردمان رو نشون میده. ببینید شما اشاره کردید، تخریب آرامگاه رضا شاه هم در ابتدای انقلاب همین مسئله بود. اینها در حقیقت با این کار اومدن. تنها در مقابل اون مسئله نیست، شما در نظر بگیرید در این 45 ساله اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاده، خاوران رو شما در نظر بگیرید که تمام به اسم لعنت آباد مینامنش. ابتدا بهائی‌ها رو اونجا دفن کردن، بعدن قطعام زندانیان 67. گوهردشت رو که مکان جنایت ایناست، اینا تعطیل میکنن تا خاطره جنایت خودشون رو از بین ببرن و رد پای جنایت رو پاک کنن. جمهوری اسلامی در تمام این دوران دو کار کرده. از یک طرف اومده خواسته فرهنگ ایرانی رو از بین ببره، فرهنگ اسلامی رو جایگزین کنه، مثال خیلی زیادی میشه زد براش، و از طرف دیگه سعی کرده در حقیقت با جعل فرهنگ اسلامی به جای فرهنگ ایرانی جای پای جنایت خودش هم در حقیقت از بین ببره. ما باید سعی بکنیم مثل کاری که یهودی‌ها کردن بعد از جنگ جهانی دوم، با بازگویی، با در حقیقت نقل روایت‌ها برای خاطرات زندانیان سیاسی یا زنان، جنبش زنان از اینجا اهمیت داره که ما این مکان خاطره رو برای خودمون بسازیم و در حقیقت نذاریم فراموش بشه. اینجاست اون نقش سوال اولی شما بزرگی که نوروز پیدا میکنه و بقیه اعیاد ایرانی پیدا میکنن. البته ناگفته نماند که زنان ایرانی از اونجایی که همواره دارن نافرمانی مدنی میکنن، در این ایام هم بسیار زیبا نافرمانی مدنی خودشون رو ادامه دادن. خیلی ممنون آقای شهدایی از اینکه در این میزه گرد همراه ما بودید و صحبت‌های خودتون رو با بینندگان در میون گذاشتید. من فقط تو یکی آخرم بگم، به همین خاطره که ما مردم ایران ضمن این که سعی میکنیم فرهنگ ایرانی خودمون رو باش احترام قائل بشیم، بزرگداشتش هم داشته باشیم، میدونیم که فرهنگ غنی خودمون رو بازسازی بکنیم مصادف با احترام به فرهنگ های دیگه. این به این نشانه این نیستش که ما بخوایم در حقیقت فرهنگ های دیگر رو نادیده بگیریم. در طول هزارها فرهنگ های مختلف مردمان این فلا در کنار هم به شکل مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی کردن بدون هیچ جنگی و همراه با صلح. و این اهمیت نوروزه. نوروز جشن برابری، جشن دوستی، جشن در حقیقت مهربانی هاست. ما امیدواریم که مردم ایران بتونن با مهربانی در کنار هم هزارهای دیگری زندگی کنن و این فرهنگ بزرگ در حقیقت انسانی و بشری رو که بخشی از میراث فرهنگ جهانی احیا بکنن از نو. من هم از شما متشکر هستم. خیلی ممنون از تیم فنی هم که در حقیقت زحمت ضبط برنامه رو کشیدن. خواهش میکنم. امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. مرسی. خیلی ممنون.
سایه به سایه با سپاه پاسداران در رد پای سپاه. دوستان و همراهان عزیز رد پای سپاه سلام، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و خرم باشین و از گزند و درشتی های روزگار در امان باشید. البته سخته این زمانی که ما داریم این برنامه رو الان ضبط میکنیم، هموطنان ما تو سیستان و بلوچستان بعد از سیل و زلزله‌ای که اومده متاسفانه وضعیت بسیار بسیار بدی دارن و هیچ امدادرسانی درست درمونی هم از سوی حکومت بهشون نرسیده، در حالی که ما تو همین ردپای سپاه در قسمت‌های بعد خواهیم دید که جمهوری اسلامی چه بودجه‌های کلانی رو از جیب همین مردم برای این شبه نظامیان و در تسلیح اونها در واقع داره اختصاص میده تا به پولند پروازی های خودش برسه. خیلی خیلی خوشحالم که با قسمت سوم ردپای سپاه مهمون خونه های شما عزیزان هستم. اگر موفق نشدید قسمت های قبلی رو ببینید حتما به اینستاگرام و یوتیوب شورای گذار مراجعه کنید. همونطور که میدونید فصل اول ردپای سپاه اختصاص داره به نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران. ما در دو قسمت قبل متوجه شدیم که یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی از بدء تأسیسش تا امروز پروژه صدور انقلاب اسلامی بوده. دو، جمهوری اسلامی برای رسیدن به این هدف یعنی صدور انقلاب اسلامی نقشه طراحی کرده به اسم در واقع ترسیم هلال شیعی که نفوذ در کشورهای منطقه بود و در موردش توضیح دادیم. سوم، جمهوری اسلامی برای ایجاد هلال شیعی و نفوذی که ازش گفتیم نیاز به یک ابزار کارا و قدرتمند داشت. اون ابزار همین شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی مثل حزب الله و هشت و شعبی و این گروه ها هستن. چهارم، جمهوری اسلامی برای فرماندهی، هدایت و تجهیز این شبه نظامیان یک واحد مخصوص ایجاد کرد به نام سپاه قدس که قسمت قبل به معرفی سپاه قدس پرداختیم که البته ناقص بود. در قسمت قبل ما متوجه شدیم که سپاه قدس از روز شکل‌گیری که البته اول اسمش سپاه قدس نبود تا امروز سه نقطه عطف اصلی داشته. اول از سال 59 که سپاه پاسداران تشکیل شد تا سال 1369. دوم از سال 69 و قدرت گرفتن خامنه‌ای که احمد وحیدی فرمانده سپاه قدس شد تا سال 76. سوم از سال 76 که قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو شد تا امروز که قاآنی فرمانده شد و تا اینجا رسیدیم که بعد از مرگ خمینی در سال 68 خامنه ای که رهبر شده بود نهاد رهبری رو به سپاه پاسداران نزدیکتر کرد، هم اول چفیه رو انداخت گردنش به همین منظور و روز به روز به سپاه قدرت بیشتری میداد. خامنه ای در سال 69 دستور داد که قرارگاه رمضان با ایجاد تغییراتی در ساختارش تبدیل بشه به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همین نیرویی که امروز میبینیم، و فرماندهیش رو هم داد به سردار احمد وحیدی. اما چرا احمد وحیدی؟ ببینید، این که گفته میشه سپاه قدس محصول مشترک اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هست حرف بیراهی نیست. همونطور که در تاریخچه این سپاه میبینیم سید کاظم کاظمی که بعد از مهدی هاشمی مسئول شد همزمان مسئول اطلاعات سپاه بود، یا سال 69 هم احمد وحیدی که مسئول شد همزمان معاونت اطلاعات سپاه رو داشت، رئیس که نداشت، معاونت بود. احمد وحیدی به واسطه حضور در ماجرای مکفارلین و نزدیکی که با علی خامنه ای داشت به سمت فرماندهی سپاه قدس انتخاب شد. اما به نظر من مهمترین دلیل پیشرفت وحیدی حضور یا بهتر بگم ارتباطش با گروه منصورون بود. منصورون یک گروه چریکی بود که بین سالهای 40 تا 50 فعالیت میکرد و محسن رضایی، علی شمخانی، محمد باقر ذوالقعد و خیلی های دیگه عضو این گروه بودند. در دوران فرماندهی احمد وحیدی سپاه قدس یه مسیر نسبتا معمولی رو طی می‌کرد، یعنی مثل امروز نبود و عموما درگیر حزب الله در لبنان و مسئله هرقسطین هرزگوین بود. سپاه قدس نقش چندانی مثلا تو سیاست خارجی مثل امروز نداشت. فرماندهی قاسم سلیمانی فرق می‌کرد داستانش. خلاصه میرسیم به سال 76 که علی خامنه‌ای قاسم سلیمانی رو به فرماندهی سپاه قدس انتخاب کرد. ببینید دوستان، فرماندهان دوران جنگ، اینا رو باید بدونیم که برسیم جلوتر، فرماندهان دوران جنگ اونایی که باقی مونده بودن، کشته نشده بودن، عموما دو دسته شدن. یه عده‌شون خیلی ارادت داشتن به هاشمی رفسنجانی چون اونم فرمانده جنگ بود و بالاخره تیم و طیف هاشمی بودن. یه عده‌ام به علی خامنه‌ای نزدیک بودن و بعد از رهبری این وابستگی هم بیشتر شد، ارادتشون در واقع بیشتر شد. شرایط اون روزا رو که دقیق نگاه بکنیم علت این انتخاب‌ها مشخص میشه.
سال 76 زمانی بود که محمد خاتمی تازه رئیس جمهور شده بود، فضا کاملا دو قطبی شده بود در جامعه و عنان کار خیلی جاها از دست نظام خارج شده بود. از طرف دیگه رفسنجانی که بهش میگفتن بابا اکبر، یار غار امام و خیلی چیزهای دیگه، تبدیل شده بود به یه چهره چه میدونم تجملگرا و فاسد و به شدت نزدیکان خامنه‌ای مشغول زدنش بودن. تو این شرایط خامنه‌ای دست میذاره رو فرماندهی فرماندهی از دوران جنگ که اون رو از نزدیک میشناسه، به اسم کوچیک صداش میکنه، مشتبه باهاش در ارتباط بوده و این ارتباط نزدیک باعث میشه که اون رو انتخاب قاسم سلیمانی رو انتخاب بکنه و توجیه هم داشت، توجیه عملی هم داشت. ببینید قاسم سلیمانی هنگامی که انتخاب شد فرمانده لشکر 41 که سارالله بود، چی کار میکرد اون موقع؟ مسئول مبارزه با قاچاقچی‌ها در مرزهای کشور بود، این طرف سمت شهر. این باعث شده بود، همین مسئولیت باعث شده بود که به افغانستان و پاکستان شناخت داشته باشه، حتی مسئولان اونها رو میشناخت. از طرف دیگه به واسطه جنگ این شناخت نسبی هم نسبت به عراق داشت، حزب الله و لبنان هم که دیگه همشون ماشاءالله شناخت داشتن. خامنه ای با این توجیه اون رو اصلح میدونست و به همین دلیل قاسم سلیمانی رو برای این فرماندهی انتخاب کرد. قبل از اینکه به فرماندهی قاسم سلیمانی در سپاه قدس و شرایط سپاه قدس در اون روزها بپردازیم، میدونم که بحث طولانی میشه و پرونده سپاه قدس میمونه برای هفته آینده، اما این نکات درست مهمه دوستان. در لابلای سطور تاریخ هست که میتونیم دلایل پیشرفت و پسرفت افراد و شرایط امروز کشور رو به درستی تحلیل کنیم. اینجا میخوام پرده بردارم از یک موضوع بسیار مهم که کمتر بهش پرداخته شده، موضوعی که خط‌کشی ها رو در سپاه پاسداران و حتی کل نظام پررنگ تر کرد و خودی و غیر خودی رو در واقع بعد نو خودی رو در واقع بیشتر مشخص کرد. سال 74 بود که خاتمی شد رئیس دولت جمهوری اسلامی. همونطور که گفتم میدونی جامعه بسیار دو قطبی شده بود. 76 قاسم سلیمانی شد فرمانده سپاه قدس، تنش ها بین حکومت و مردم ادامه داشت. از قتل های زنجیره ای بگیرید، بازداشت روزنامه نگاران و نویسندگان و در واقع دیگر اندیشان، تا خلاصه رسید به ماجرای 18 تیر 78 و حمله وحشیانه به کوی دانشگاه، کشته شدن دانشجویان و بازداشت‌های گسترده. 21 تیر چند روز بعد، یعنی 3 روز بعد حدوداً، حزب الله‌ها به خیابون اومدن و راهپیمایی کردن. مثل داستان نوحه دهی و خامنه‌ای هم که برای اولین بار علیه شعار داده می‌شد، عکساشو پاره کرده بودن و خلاصه خیلی شاکی بود، اومد و با گریه گفت اگه عکسای منو پاره کردن سکوت کنید. اما فصل الخطاب هم صادر کرد. این دقیقاً نمونه کاری بود که نوحه دهی انجام داد. اینجا اون اتفاق بزرگی افتاد. رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه پاسداران میگه تو دبیرخونه شورای امنیت با رئیس شورای امنیت ملی، یعنی کی؟ حسن روحانی که 8 سال بهش میگفتن اصلاح طلب، یه درگیری لفظی پیدا کردیم. حسن روحانی اصرار داشت که سپاه و بسیج باید وارد عمل بشن و دانشجویان رو سرکوب کنن و بالاخره هم موفق شد و حکمش رو از رهبری گرفت. میبینید دوستان، حالا متوجه میشیم حسن روحانی، کسی که هیچ کس نمیشناخته، چطور به ریاست جمهوری رسید و اون همه رأی آورد و علی خامنه ای باش موافقت کرد. همین خوشرخصی ها بود دلیلش. تنش کف جامعه و بین مسئولان نظام و سپاه پاسداران به اوج خودش رسیده بود. اینجا بود که محمد باقر قالیباف و قاسم سلیمانی پیشنهاد دادن که یک نامه‌ای با لحن بسیار تند تهیه بشه به خامنه. به خاتمی تو اون نامه گفتن ما سپاهیان کاسه صبرمون لبریز شده و اگر این ماجرا تموم نشه هر کاری رو جایز میدونیم که انجام بدیم. حالا تمام کسانی که این نامه رو امضا کردن بدون استثنا بعدها، البته چند تاشون مردن، بعدها به سمت‌های بالایی رسیدن و هر کسی هم که امضا نکرد یا تو هواپیما یا به طرق مختلف حذف فیزیکی شد، نمیدونم سلاحش گیر کرد، اتفاقات دیگه افتاد، یا اصلا کلا حذف فیزیکی هم اگه نشد از دایره قدرت بیرون انداخته شد. حالا کیا امضا کرد؟ من خواهش میکنم دوستان این در واقع به دلیل کم بوده وقت اسامی رو برامون زیرنویس بکنن، چون یا این بغل بنویسن، مثلا من چند تاشون نام ببرم تو این فرصت کم. همین محمد باقر قالیباف که با این همه رسوایی سیسمونی، رسوایی پسرش، رسوایی خانومش، اقامت نمیدونم فلان، این همه داستان مالی از جاش تکون نمیخوره، از امضا کنندگان نامه هست. عزیز جعفری که بعدها میشه فرمانده کل سپاه پاسداران، از امضا کنندگان. قاآنی که از فرماندهان سپاه قدس
قدس، امروز فرمانده سپاه قدس هست، از امضا کنندگان نامه است و باقیه داستان. این که ما گذرا به معرفی سپاه قدس و گروه های دیگه نمیپردازیم و این همه ریز میشیم و سریرت نمیشیم، دلیلش اینه ما تلاش میکنیم با تبارشناسی این افراد ببینیم چرا و چطور این افراد در جمهوری اسلامی بزرگ شدن و قدرت گرفتن. تاریخ به زنگاه‌های مهمی داره که در جمهوری اسلامی یکیش همین امضای نامه هست، بزنگاه بزرگی که چاکری به خامنه ای رو نشون داد. به پایان قسمت سوم ردپای سپاه رسیدیم. ادامه سپاه قدس رو میمونه برای قسمت بعد. ببخشید تونتون صحبت کردم، وقت کوتاه بود. حتما با ما در تماس باشید. خیلی مخلصیم. سلام، ایمان هستم و به اپیزود ششم از سری برنامه‌های سایبرگارد خوش آمدید. در اپیزود قبلی با نحوه افزایش امنیت اکانت اینستاگرام از طریق جلوگیری از نفوذهای احتمالی آشنا شدیم. امروز به بخش دوم امنیت اینستاگرام، یعنی رعایت کردن قوانین اینستاگرام می‌پردازیم که حفظ اکانت شما را از جنبه دیگری تضمین می‌کند. اگر شما واقعا اپیزود قبلی و این اپیزود رو بتونید یاد بگیرید، هیچ نیازی نیست که شما امنیت اکانت اینستاگرام خودتون رو به دیگران بسپرید و برای این کار هزینه کنید. خود همین کار، یعنی سپردن امنیت اکانت اینستاگرام، در واقع به شخصهای دیگری ریسک‌های خاص خودش رو داره. پس رعایت قوانین اینستاگرام یا به اصطلاح کامیونیتی گایدلاینز اینستاگرام برای همه کاربران که از این پلتفرم استفاده میکنن ضروریه. اینکه قوانین سختگیرانه ای داره، اینکه مثلا فلان گروه وابسته به حکومت در آلمان و فلان جا محتوای مخالفین حکومت رو حذف میکنن و و و و اینها به ما کمک نمیکنه، بلکه آگاه بودن به مسئله میتونه ما رو کمک کنه. اینستاگرام یک فضایی رو درست کرده که با یک سری قوانین مشخص، حتی اگر این قوانین ایرادی داره، قطعا برای تغییرش میشه کارهای خاصی رو انجام داد، اما ما باید اکانت خودمون رو در وهله اول حفظ کنیم و بعد آرام آرام قوانین اینستا رو میشه با مکاتبه کردن و راه‌های دیگه ارتباطی تغییر داد. برای شروع ابتدا باید وضعیت اکانت خودمون رو بررسی کنیم. برای این کار به صفحه اول اینستاگرام خودمون میریم. اون بالا سمت راست روی سه خطی که ما رو به منوهای اینستاگرام هدایت میکنه تپ میکنیم، واردش میشیم. حالا منوهای اینستاگرام باز شده و به پایین صفحه سکرول میکنیم که دو گزینه هلپ و اکانت استاتوس رو پیدا میکنیم. ما با این دوتا کار داریم. اول روی گزینه اکانت استاتوس تپ میکنیم، یعنی وضعیت اکانتمون رو میخوایم اینجا ببینیم. در اینجا با توجه به نوع پیج ما میشه سه تا گزینه داشته باشه و یا اینکه 5 تا گزینه. به سه گزینه مهمی که در همه پیج ها وجود داره میپردازیم. اولیش گزینه ریموو کانتنت. در بهترین حالت باید این گزینه سبز باشه و داخلش هیچ چیزی نباشه. در قسمت ویولیشن هم خالی باشه. قسمت ویولیشن رو در ادامه برنامه بهتون میگم کجا میتونید پیدا کنید. وقتی داخل ریموو کانتنت بریم، دو حالت داره. یا چیزی داخلش نیست و اون بالا نوشته Your account is not affected right now، که پایینش هم معناش رو نوشته You are not at the risk of losing access to your account right now. معنای اون به این شکله که اکانت شما در حال حاضر تحت تأثیر قرار نگرفته و در خطر از دست دادن دسترسی به اکانتتون قرار نداره. اما حالت دوم اینه که این گزینه سبز نباشه و داخلش محتوایی که حذف شدن باشه. اینجا میتونید ببینید به چه دلیلی چه محتوایی از اکانت شما ناقض قوانین بوده. مثلا الان من یک منو برمیگردم و روی منوی هلپ تپ میکنم و روی زیر منوی ساپورت ریکوست و نهایتا گزینه ویولیشنز رو من انتخاب میکنم و داخل میشم. اینجا میبینید امکان داره. مثل همین نمونه‌ای که برای شما آوردم، قبلا این اتفاق برای ما افتاده و همش اینجاست. اما وقتی یک سال از اونها بگذره، در واقع دیگه در قسمت اکانت استاتوس حذف میشن و اکانت ما در حالت سالم قرار میگیره، اما همچنان در تاریخچه اکانت ما قرار میگیره که در قسمت ویولیشنی که الان بهتون گفتن در زیر مجموعه هلپ هست میتونید این رو ببینید. به عنوان مثال
یکی هم محتوایی که اینجا میبینی زده به علت Dangerous Organization، یعنی سازمان خطرناک، حذف شده. این اکانت، در واقع این محتوا، پستی بود که لوگوی سپاه پاسداران توش بود و اون رو به عنوان سازمان خطرناک شناسایی کرده و حذف کرد. البته اون پایین بعد از این که اگر محتوایی از ما حذف میشه و ما فکر میکنیم که قوانین اینستاگرام هم رعایت کردیم، اون پایین همون جایی که زده سی کامیونیتی گایدلاینز، اونجا یه گزینه اپیل هست، میتونیم روی اون بزنیم و اعتراض کنیم. در کل این دو حالتی بود که میتونه زیر منوی ریمووت کانتنت داشته باشه و باید همیشه این رو چک کنیم و حواسمون باشه که خطا نکنیم، اگر کردیم تکرار نشه. حالا یک منو به قبل برمیگردیم، گزینه کانتنت این لاور فید رو میخوایم بررسی کنیم. این منو هم در واقع یک سری دیگر از قوانین اینستاگرام رو پوشش میده که اجازه میده پست همچنان در پیج ما بمونه اما دیگه تو اکسپلورر نره، به تعداد کمتری از فالوورهای ما اون محتوا نشون داده بشه. در حالت عادی باید سبز باشه و چیزی داخلش نباشه، اما جدیداً اینستاگرام میاد در یک روز چند تا از پست‌های ما رو به این عنوان مارک میکنه و اینجا زرد میشه. در بیشتر مواقع خود اینستاگرام رأیش رو برمیگردونه و میگه که اشتباه کردیم. در بعضی مواقع نیازه، وقتی ما اگر محتوایی رو تو این منو دیدیم، با زدن روش و داخل شدن اون پایین گزینه اپیلز رو بزنیم و دقیقا همون جایی که الان نوشته سی کامیونیتی گایدلاینز، ما الان محتوایی رو نداریم که نقض قوانین کرده باشه، در نتیجه این گزینه اپیلز رو نمیتونم بهتون نشون بدم. دقیقا همون جایی که زده سی کامیونیتی گایدلاینز، به جای این کلمه نوشته اپیلز. خب اگر اینجا رو نگاه کنید، اینستاگرام گفته این پست به خاطر نفرت پراکنی در واقع به قسمت خیلی کمتری از مخاطبین نشون داده میشه، اما وقتی داخلش میشیم چون که اعتراض کردیم و مورد بازبینی قرار گرفته، اون بالا نوشته ما دوباره این محتوا رو بازبینی کردیم و دیگه lover in feed نیست، یعنی دیگه به همه مخاطبین نشون داده میشه. دقیقا اون پایین باز هم میگم، وقتی اگر نیازی به اعتراض باشه، به جای سی کامیونیتی گایدلاینز گزینه اپیلز هست به معنای اعتراض و شما میتونید از این گزینه استفاده کنید و به اون اعتراض کنید. پس اگر این منوی content lower in feed زرد رنگ بود، اتفاق خاصی نیافتاده، فقط باید چک کنیم و پیگیر باشیم و اعتراض کنیم. البته باید ببینید واقعا این رای درسته یا غلط. اگر محتوایی که قانون اینستا را نقض کرده و اینطور شده، بهتره به جای اینکه اعتراض کنیم سعی کنیم با قوانین آشنا بشیم. اما منوی سومی که باید بررسی کنیم Futures You Can't Use. این منو در واقع وقتی که ما خیلی نقض قوانین داشته باشیم زرد میشه و داخلش می‌نویسه به دلیل همین نقض قوانین چه امکاناتی از ما سلب شده، که مهمترینش اکسپلوررره و در واقع میتونه از یک هفته تا 6 ماه و حتی 1 سال محتوای ما به هیچ وجه داخل اکسپلورر نره و در واقع جریمه نقض قوانین ما هست. یعنی که دیگه نتونیم لایو بذاریم یا کامنت بذاریم. فقط محتوا نیست که مورد بررسی نقض قوانین اینستاگرام قرار میگیره، بلکه کامنت های ما هم مورد بررسی قرار میگیره و در واقع هر آنچه ما در اینستاگرام به اشتراک میگذاریم، از یک کامنت تا یه دایرکت، لایو، پست، باید قوانین اینستاگرام رو رعایت کنه. خب حالا که وضعیت پیج خودمون رو دیدیم، میریم که با بعضی از مهمترین قوانین اینستاگرام آشنا بشیم، قوانینی که میتونه باعث حذف محتوای ما بشه و یا اکانت ما رو از دسترس خارج کنه. اولیش زیر مجموعه قوانینی است که در قسمت هلپ اینستاگرام و کامیونیتی گایدلاینزش به این شکل تعریف شده: تروری، سازمان‌های خطرناک، گروه‌های نفرت پراکنی، سرویس‌های جنسی، اشتراک گذاری محتوایی که خشونت رو تشویق میکنه و و و و. در واقع اشتراک گذاری محتوایی که خشونت رو تشویق میکنه یا به صورت تهدیدآمیز علیه اشخاص یا گروه ها باشه ممنوعه. یعنی این که اگر محتوای خشنی وجود داشت، اول باید دید آیا میشه منتشرش کرد در شرایط خاص. مثلا آیا خشونتی که نیروهای حاکم علیه مردم کردن رو میشه منتشر کرد؟ جوابش اینه که بله، این رو میشه منتشر کرد، اما
در همون ابتدای ویدیو، در کپشن ویدیو، این اخطار رو به مخاطب خودتون بدید که شامل محتوایی که میتونه آزاردهنده باشه. در قدم بعد، باید اگر خونی بود اون رو بلور کرد. اگر الفاظ رکیکی استفاده شده، اون رو با صدای بیپ یا قطعش کنیم و یا اینکه اون صدا رو کلن قطع کنیم و از باز انتشار این الفاظ رکیک جلوگیری کنیم. پس محتوای خشونت آمیز اگر به شکل خبری باشه میشه پخش کرد، به شرطی که تمام مواردی که گفتم رعایت بشه. در غیر این صورت امکان اینکه محتوای شما حذف بشه و اکانت شما در خطر حذف قرار بگیره هست. به هیچ شکلی هیچ گروه قومی یا زبانی یا یک ملت، یک عقیده مذهبی نباید مورد نفرت پراکنی قرار بگیره. مرز نفرت پراکنی و نقد بسیار نازکه. نقد کردن ادیان مختلف، اسلام، مسیحیت و دیگر ادیان هیچ مشکلی نداره، به شرط اینکه نفرت پراکنی نباشه و بر اساس فکت صحبت بشه. اینکه مثلا فلان ملت بهتر است فلان ملت، این میتونه نفرت پراکنی تلقی بشه. پس مرز بین نقد منطقی و نفرت پراکنی رو باید تشخیص بدیم و در حدود نقد منطقی محتوا رو منتشر کرد. انتشار محتوایی که بر پایه نفرت، تبعیض، آزار یا تحقیر دیگران باشه به شدت ممنوعه. یادتون باشه نیروهای وابسته به حکومت میان و اینجور محتوای نقض قوانین رو با اکانت‌های فیک منتشر میکنن و قصد اونها اینه که مخالفین حکومت با بازنشر این محتوا در واقع موجودیت اکانت خودشون رو به خطر بندازن. محتوایی مثل محتوای خود آزارگری، دیگر آزارگری و محتوای شبیه به این، یعنی به کلیت ممنوعه. در واقع نکته دیگه جعل هویت و سوء استفاده از اطلاعات شخصی و انتشار اطلاعات شخصیه. در مواردی بوده که در مبارزات مردم علیه حاکمیت مثلا مشخصات فلان شخص سرکوبگر منتشر شده. این انتشار اطلاعات شخصی دیگران نه تنها بر اساس قوانین اینستاگرام، بلکه به عنوان قوانین اروپا و آمریکا اگر اشتباه نکنم یک نقض قانونه و میتونه باعث حذف اکانت ما بشه. پس این رو مراقب باشید، حداقل در اینستاگرام این کار رو نکنید. یک وبسایت یا جای دیگه رو پیدا کنید که بشه بانک اطلاعاتی از این اطلاعات سرکوبگران جمع کرد و نهایتاً بشه اونجا اونها رو جمع آوری کرد. چون که موجودیت اکانت اینستاگرام ما با انتشار اطلاعات شخصی دیگران میتونه به خطر بیفته. نکته دیگری که هست اینه که میشه به قسمت هلپ اینستاگرام و قسمت کامیونیتی گایدلاینز اینستاگرام رفت و اون رو ترجمه کرد و بیشتر با اون آشنا شد. در واقع مختصر از قوانین اینستاگرامی بود که ما برای شما گفتم. پس بهتره که خودتون هم اونجا مراجعه کنید و بیشتر مطالعه کنید و بیشتر با قوانین اینستاگرام آشنا بشید. برای رعایت قوانین اینستاگرام و جلوگیری از بروز مشکلات، توصیه‌ای رو من به شما دارم، این که در انتخاب محتوایی که دارید دقت کنید. قبل از انتشار هر گونه محتوایی، از یک کامنت تا یک محتوای تصویری و حتی یک دایرکت، از مطابقت اون با قوانین اینستاگرام اطمینان حاصل کنید. در صورت اینکه تردید دارید بهتره که اون رو منتشر نکنید یا اصلاحاتی روش اعمال بشه که قابل انتشار باشه، مثل مواردی که به شما گفتم. از انتشار اطلاعات شخصی افراد دیگر بدون رضایت خودشون اجتناب کنید. حتی این هم مهمه که مراقب اطلاعات شخصی خودتون باشید، از اینکه اطلاعات شخصی خودتون رو در به صورت بیش از حد اون رو در فضای عمومی منتشر کنید خودداری کنید، که این هم خودش خطرناکه. و سومیش و مهمترینش آگاهی از بروز رسانی های قوانین اینستاگرامه، که قوانین رو به روز آگاه باشید و اون رو رعایت کنید. این هم پایان اپیزود ششم سایبرگارد بود و واقعا هر شش اپیزودی که تا الان بوده رو باید ببینید. اگر ندیدید کافیه در یوتیوب کلمه سایبرگارد رو به صورت سرهم جستجو کنید که پلیلیست سایبرگارد برای شما بیاد و بتونید همه اونها رو ببینید و خودتون تضمین کننده امنیت خودتون باشید. اگر سوالی بود، جایی کمتر توضیح داده شده بود، نیاز به توضیح بیشتری بود، بپرسید که ما بتونیم به اونها جواب بدیم.
ممنون که با ما بودید. شب و روز همگی خوش.